که بگیره تفلای مس هوده میکنه با اون آقای خرانم. چیز ندارم ما. اینه ای خیمه میشینیم. شما اولادای ما خونک میخورن. مردم افغانستان تا دیروز از ناامنی و جنگ ناله و فریاد داشتند. اما امروزه فقر و ناداری است که این مردم را آواره و بیچاره ساخته است. این مادر از هزاران مادر بی سرپناهی است که امروزه پارک شهر نو برایش پناهگاه شده است و حداقل می تواند نفس بگیرد. بیننده های عزیز سلام، روزتان بخیر. امیدوار هستم خرسند و خوشحال باشین. به یکی از برنامه های دیگر ما از امروز پلاس خوش آمدین. عزیزای بیننده، فعلا ما در پارک شهر نو هستیم، جایی که هزاران بجا شده را جا داده و سرپناه برشان شده. هرچند امروزه خانواده های دوباره به مناطقشان برمیگردن و به یک نوع این فرصت برشان رسیده که دوباره به خانه هایشان برگردن، ولی هنوز هم خانواده هایی هستن که با مشکل زندگی میکنن و مشکلات خود دارن. خب ما براتون وعده داده بودیم که از پارک شهر نو و از خانواده هایی که اینجا زندگی میکنن امرایشان صحبت هایی میکنیم و به شکل یک گزارش خواهیم ساخت. و امروز آمدیم از این طفلکایی که هستن و مادرایی که اینجا هستن امرایشان صحبت بکنیم و ببینیم چه دردی دارن و امروز چگونه زندگی میکنن. ما را دنبال بکنین. بی بی شیرین خانمی که همه دار و ندارش را در جنگ های اخیر از دست داده است. روزگار تلخ از بی بی شیرین همه چی را گرفته است. پدر، شوهر، نزدیکان و حتی خانه و کاشانه ای بر این خانم نمانده است تا شب را بخوابد و روز را کار کند. مادر پیرش تنها کسی است که بی بی شیرین دارد و آن هم در بستر مریضی بسر می برد. سلام خاله، روزتان بخیر. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ سلام دختر جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟ خب خاله جان، ما آمدیم از وضعیت زندگیتان دیدن بکنیم و اینجا چی جریان داره، مشکلتان چی است و تا هنوز چرا نرفتین به خانه هایتان بر نگشتین؟ خانه می رفتیم، کره موتر نداریم، چیز خوردنی نداریم. در خانه منم اونجا خانه کره می شدیم، ما 4000 می دادیم. خانه هاوان غلطی نمی، بچه هم زخمی شد، چرا خورد، مردکه مسیم و مشیشهی شد. آشپز بودم اوشار پلاو پاکستانی پختم، یک اثر غلطک او مرمی خورد و شهید شد. اک شوارم یک خودش بود، اک پدر دیگه او بیادر نداشته بود، یک خوار یک خودش بود دیگه. من کسی دیگه را ندارم، پدر من مردگه است، یک مادر، مادر مریضی دارم، او مادرم هم سرطان داره. یک دختره که من پیش مادر مانده آمدم 5 سال دختره مانده، هم چی شد چی نشد. حال صاحب خانه زنگ میزنه میگه من میگه کره خانه را میتی بتی، میگه نمیتی، میگه عرض میکنم. این خانم 2 ماه پیش از ولایت کندوز با آوارگی و بیچارگی و برای زنده ماندن 1000 افغانی از همسایش قرض میگیرد تا خود را به کابل برساند. کابل برای این که شهر بزرگ و پرنفوسی است، هر خانواده ای آواره در افغانستان به این فکرند که با رسیدن به کابل از ترس مرگ و نابودی نجات پیدا می کند. یک مادر مریضی دارم، من زنگ میزنه، یک پرسان میکنه اولاده ایت چرا قم مسجدون است، چی بگم دیگه. من میگم خوب هستیم، کجا هستیم؟ من میگم هستیم، من اینجا هستیم. تا اینجا چطور آمدین؟ کدیکی آمدین کابل؟ اینجا آمدم، خودی من همی بچه هم چرا خورده به زخمی بود آمدیم همینجا تداوی دولت، دکتر دولت بوده تداوی بچه ما کرد، جور شد بچه ما، خانه هوان غلطید، بچه هم چرا خورده بود، خط زخمی که بار آمده بودیم. امی 1000 قطعی من دمیجا خود من رساندم، باورم 1000 هم همسایه هم قرض گرفتم، مال پیسی او رم ندادم. امی 1000 قطعی 500 موتر دادم،
یکنم صدر په دمی جا آوردم مرا تک کرد، دیگه شدم اولاده من نان بان خریدم، برای صابون گرفتم، کالا مالاش اشتا بودم، دیگه ندارم، هیچی ندارم دیگه، ولی حاضر پس گشنه تشنه همه جا شیشتیم، از برای خود همی مردم هم بگیم کمک کنه دم مردم، یک چیز کمک کنه. بی بی شیرین مادر 5 فرزند است و خود را برای سیر کردن شکم این فرزندانش مسئول می داند و بهترین خوراک این خانواده پس مانده رستورانت های شهر نوه کابل است که آن را هم به مشکل به دست می آورد. چند نفر در این خیمه زندگی میکنین خاله جان؟ اینمی 5 نفر هستیم زندگی میکنیم در اینجا، یکی من در میدان خواه میکنیم، جای نمیشیم در اینجا، اونا داخل ببینید هیچی نداریم، مجبور برم از وطن پس مونده مردم را جمع کنه در اولاده این بتم، دیگه من چیزی ندارم بچم، من چی بخوره اولاده این، اونا میبینید کل مصر مان هم رقم میشنه، پیسه داشته اگر میخوره پیسه میخوره، نداشته اگر موتی میشنه. خب میشه آمدم هیچ چیز کمک نگرفتم، هیچ چیز ندادم، اما مردم نمیرسه بیایم چرچر میشه، تمام میخسم میرم طرفتر ما خلاص میشه هر چیزی. کودکی که بی بی شیرین در بغل دارد کوچکترین فرزندش است. این طفل خردسال از نرسیدن شیر و غذای کافی است که گریه می کند. اما کسی نیست که به گریه این طفل بیگناه گوش کند. بی بی شیرین نیز آماده است برای زنده ماندن خودش و دیگر فرزندانش این طفل معصوم را بفروشد. شده اولادم گریان دارم یا ما دیم نگه چی کنم؟ خاطر گشنگی گریان؟ آه گشنگی گریان میکنم. چیزی ندارین برش بده؟ هیچی ندارم بچم، با خدا هیچی ندارم، چیزی ندارم، یک ترمز یک پیاله دیگه هیچی ندارم، مجبور اگم تپلمه سودا کنم بینه بخورارم دیگه، ما هیچی ندارم، سه ماشد کری خونه والا زنگ میدارم از می عرض میکنم کری خونه ما بتی تو قلب کدی رابطی خونه ما میگه ما از کجا کنم کری خونه را رفت از کجا، جایی ندارم، زمین ندارم، پر سودا کنم، مال ندارم، امی ششت تفلکه دارم صغیره، چیز ندارم، ما این خیمه هم میشینیم شا اولادای ما خونگ میخوره، خودم جای شوم بچه گه کم جای نمیشه، بچه گه کم جای شوم خودم جای نمیشم، این میجا زندگی میکنم، امرم 400 روپه می نماینده 500 روپه دمه نماینده داد، 400 امره خریدم 100 روپه اولادا نان خریدم، برای من هیچ حال کوزه نان میده ورم قطع کرد نمیده، هیچ کد چیز کمک نمیکنه. بیکاری بزرگترین رنج امروزی مردم افغانستان است که بی بی شیرین نیز از این ناحیه رنج میبرد و به خاطر نداشتن عشق میریزد، اما خوشبختانه چند روزی میشود که فرزند بزرگش کار پیدا کرده است و میتواند روزانه 50 افغانی کار کند. بیننده های عزیز، ای خیمگه که است که خاله با 4 طفلش یک جا زندگی میکنه در همین جا و واقعا دیده میشه که اینجا هیچ چیزی نیست برای خوردن هم و میتونین شما هم ببینین و او طرف هم که یک ترموز دیده میشه چیزی نیست غیر از او. صابون ندارم، کالا بچه اشتگاه ما بوشی ما میرد چرکه چرکه نسته، یک صاب یک بستر پی در پی زورم نمیرم می برم مسابله می بوتالا میرم نان میتا نان ای بوندگیرم می تامیر آورده دا اولاده میتم، دیگه من چیز دیگه ندارم، به اینه من بتم دیگه خریدن پیسه یک گرپی ندارم، با خدا با من هیچ کمک نکده، دو ماه میشه توت نگرفتم توت، ایم باور میکنی نمیکنی نه نه کاز ما مردم پرسان کنی نمی مردم پرسان کنی چرا کسی نمی اولاده ایم مثلا این کنی، یک چیز ندارم به اینه من بپشانم، اینه گشنه شده بچم گریان داره اینه می نپرسان کنی کجا می خواهی باری؟ چی؟ بگو گشنه شده کل گشنه شده میگه برو میگه دو یک جای برو میگه نان آبتا پا ما بیار میگه مردم نمیتا
مردم هم نمیته زیاد یک وطن میته یکیش نمیته میگه برو وطن تن برون میگه آوار هم شده چی میکنیم ما وقتیم کره داشته باشیم میریم پیسه داشته باشیم میریم یک چیز خوردنی زمین ندارم سودا کنم مال ندارم سودا کنم مجبورم یک تفله سودا کنیم با اونا بخورانم نگه هیچی ندارم دیگه هیچ نمانده پسر جان یک بچه که گونه وجود چای پریشی موندم دمیره روزانه 50 روپیه کار میکنه میاره دمی مایتم نان میشه این میجه چای یک چای مای میبره در مردم دم شاگرد موندم یک 12 ساله بچه هسته چای مای میبره در مردم من دمینا گفته بود 50 روپیه میتم بیا کار کو بعد بگی با ما در پیش خودش خورده یک شریخ گرفت تا 40 پیش دم آورده داد دمی من ده اینه نان آوردم برش دادم او بچه تان است او؟ آه بچه ایم است او نمیجه دمیجا کار میکنه در چای پروشی کار میکنه دیگه چی کنم دیگه والد اولاد از یک کلان ندارم من میدستی که میرسم میرم یک بیچاره یک مردمی خوب بوده همیجا در کار گرفت همیجا یک 50 روپیه روز میتم بیای کار کنه بیشه ما گفته میشه اولاد را نانش میشه دیم آتم خیر است از گرده مخورا و از مریض هستم تکلیف گرده دارم نمیتونم زیاد دمی چی کده اولاد من رسیده کرده نمیتونم مجبور یک کیسه سودا کنم خودم خودم کنم میگم دیگه پیسه نداشته باشم چرا کم کنم بسیار وقت میشه همه تو مریض هستم شوارم هم میخواه یک غلطک برنج پخته میکرد سودا میکرد دمی برنجی پاکستان سودا میکرد روز دیگه شما 1500-2000 یا پایده میکرد همیجا حال اینه دیگه من کار کرده یک نفر ندارم داخل یک خودم هستم سرپر از دمی خواه اولاد های دیگه اولادایتان درس مرس میخوان در مکتب در قندوز؟ آه درس خصوصی مکتب نجات مکتب خصوصی درس میخوان از مکتب موند در این 300 روپه میدادم در 300 میدادم یک دختر دیگه 15 ساله دارم با او دیگه 600 میدادیم در پدرش میداد 1200 روپه مایی دیگه درس میخوان در مینه در مکتب خصوصی نجات درس میخوان حال دخترم هم خبر ندارم چی شد چی نشد یک دختر 15 ساله را مونده آمدم اوجا این از مکتب بارم از غیر از راسته پیسه ندارم چرا کم کنم ما او دختر 15 ساله تانه چرا مانده آمدین خاله جان ایجا ما چرا کم خودم ایره ایجا ایجا جای خراب ایجا ما خودم چرا کم شیشتم دخترم چرا داو بیارم ایجا ایره ای خودم جای شام دخترم جای نمیشه دختر تا به کی مانده آمدی اونجا خاله جان مادرم مانده آمدم مادرم سرطان دارد پیش این مادرم مانده آمدم مادرم هم یک واسط میگه همسون یک قشلاق میشنه دیگه او هم یک خانه یک مردم میشنه دیگه خودی خانه ندارم زمین ندارم مال ندارم سودا کنم کسی که بگیره تفلای ما سودا میکنم با اون آقا بخورانم دیگه مجبور هستم دیگه هیچ دیگه ندارم بیادره گوشید بشنوید امروزه بیشترین کسانی که در افغانستان زندگی می کنند دیگر به فکر ناامنی نیستند بلکه ترس از فقر و گشنه ماندن دارند چون امروزه برای مردم افغانستان فهم امنیت نان و خانه است بینندگان عزیز در افغانستان لقمه نان است که تصمیم ماندن و مردن را می گیرد بیننده های عزیزی که تا حال همراهی ما کردین و این برنامه را گزارش را دنبال کردین ازتان تشکر میکنیم کسایی که گزارش دیده شاید فراموش نکنه افغانستان و به خاطر دیدن از افغانستان و با خبر شدن بیشتر از احوال مردم افغانستان چینل ما را سبسکرایب بکنین امروز پلاس و همچنان لایک و کومنت شیر هم اگر دارین میتونین اضافه بکنین تا دیدار بعد خدا حافظتان